با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. لینکدین فهرست 10 شغل برتر سال 2019 را منتشر کرد. لینکدین فهرست 10 شغل برتر سال 2019 را منتشر کرده که متخصص هوش مصنوعی با دستمزد سالیانه بالای 100 هزار دلار را در صدر قرار می‌دهد. 10 شغل برتر و نوظهوری گزارش شده از سوی لینکدین عبارتند از متخصص هوش مصنوعی، مهندس رباتیک، دانشمند تحلیل داده، مهندس و برنامه‌نویس فول استاک، مهندس پایداری قابلیت اطمینان سایت، متخصص پشتیبانی فروش، نماینده توسعه فروش، مهندس داده، تکنسین بهداشت رفتاری و متخصص امنیت سایبری از جمله مشاغل پردرآمدی هستند که لینکدین آنها را به عنوان پردرآمدترین مشاغل سال 2019 معرفی کرده است. هواوی 20 میلیون دستگاه گوشی سری میت سی به فروش رساند. هواوی حدود یک ماه پیش بود که از عرضه 7 میلیون دستگاه گوشی سری میت سی خبر داد. حال این شرکت به تازگی اعلام کرده که توانسته 12 میلیون دستگاه از پرچمداران سری میت را به فروش برساند. این رقم با توجه به محدودیت‌های هواوی در عرضه گوشی در بازار بین‌المللی و همچنین محرومیت از سرویس‌های گوگل قابل توجه به نظر می‌رسد. هواوی ابراز امیدواری کرده است که در آینده نزدیک این رقم را به 20 میلیون دستگاه برساند که با توجه به رکورد فعلی فروش این گوشی دور از دسترس نخواهد. چین آماده راه اندازی رقیب جی پی اس. رقیب چینی جی پی اس بالاخره به مراحل نهایی خود رسید. این پروژه که توسط چین در حال انجام است، اوایل دسامبر امسال به مراحل نهایی خود نزدیک شد و رن چنگی مدیر این پروژه اعلام کرد سیستم مرکزی ماهواره موقعیت‌یابی بایدو تا قبل از سال 2020 دو ماهواره را به فضا ارسال می‌کند. مدیر این پروژه گفته که شکل فعلی این سیستم تا سال 2035 بدون تغییر باقی خواهد ماند. اکثر کاربران چینی برای استفاده از این سیستم موقعیت‌یابی نیازی به انجام کار خاصی ندارند، چرا که حدود 70% از اسمارت‌فون‌های چینی از بایدو پشتیبانی می‌کنند. گفته می‌شود در حال حاضر 120 شرکت مختلف آماده به کارگیری بایدو به عنوان سیستم موقعیت‌یابی در مسیرها و محصولاتشون هستن. قطع اینترنت هر ساعت 350 هزار دلار به اپراتورهای تلفن همراه هندوستان زیان می‌زند. انجمن اپراتورهای هندوستان اعلام کرده است قطعی اینترنت هر ساعت حدود 350 هزار دلار به اپراتورهای تلفن همراه این کشور زیان می‌زند. به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو، هر ساعت قطعی اینترنت برای اپراتورهای تلفن همراه این کشور رقمی حدود 350 هزار دلار ضرر مالی در پی داشته است. پارلمان هند به تازگی قوانینی برای تسهیل اعطای حق شهروندی به اقلیت‌هایی از کشورهای همسایه یعنی افغانستان و پاکستان و بنگلادش تصویب کرده است که این قوانین شامل مسلمانان نمی‌شود. همین امر آتش خشم بسیاری را برانگیخت و منجر به بروز اعتراضات سراسری در این کشور شد. دولت هند نیز برای سرکوب اعتراضات مردمی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تیک تاک نمود داشت، دستور قطع اینترنت موبایل را داد که این عمل مورد انتقاد جدی فعالان آزادی اینترنت قرار گرفت. بر اساس آمار، هندی‌ها هر ماه از طریق گوشی‌های هوشمند خود حجمی معادل با 9.8 گیگابایت اطلاعات مصرف می‌کنند که این بالاترین رکورد سرانه مصرف اینترنت در جهان است.